درود و وقتتان بخیر. هموطنان بسیار عزیز و نازنین تلویزیون آرزو، امید که جور و صحتمند باشین و اوقات بسیار خوب و خوش را در کانون گرم خانواده های بسیار عزیز و نازنینتان سپری بکنین. بازم خداوند منان را سپاسگزار هستیم، یک فرصت بسیار خوب دیگر میسر گردید تا مهمان خانه های شما با یک مهمان بسیار عزیز و نازنین همراه و همگام باشیم تا یک ساعته که خدمت شما حضور داریم لحظات بسیار خوب را تقدیم شما بکنیم. ما در رستوران ترکیش فامیلی مثل همیشه هستیم و شما را دعوت میکنم تا به این مکان زیبا و دوست داشتنی بیاین. مهمان امشب ما یکی از کسانی هستند که مردم عام هم طرفدارانشان هم مخالفانشان به نحوی ایشان را بچه فیلم خطاب میکنند. مهمان ما یکی از کسانی هستند که زمانی که در سمت خود بودند، در وظیفه خود بودند، به جاهای میرفتند، تفتیش و کنترل میکردند و نرخ اجناس را کنترل میکردند، قیمت اجناس را کنترل میکردند و خدمات را که دکانداران، کسبکاران و کسانی که در داد و ستد و معامله های تجارتی بودند زیر سوال می بردند. امشب با خود رفیع الله احمدزی، یک تن از کسانی را که در شارواره کابل در گذشته حضور داشتند و فعالیت می کردند، با خود داریم و دعوتشان کردیم و پای صحبت هایشان می شنیم که متاسفانه از سمت خودم برکنار شدند. می خواهیم در مورد این که چرا برکنار شدند، دلیل چی بود، چه می کنند پس از این، از اون اکشن های فیلمی که بنا به گفته مردم هم در گذشته انجام میدادن، بالا یک تعداد دکاندارا و قیمت فروشا و یک تعدادی که اجناس بی کیفیت را میفروختن، پشت اون اکشن ها دق شدن و یا خیر. مهمان ما هستن و حضور پیدا کردن، میریم با ایشان بیشتر صحبت میکنیم و تمنای حضور شما را تا پایان برنامه با خود داریم. ممنون از این که بیننده هستین و حضور دارین. مهمان بسیار خوب و عزیزمان را در ابتدای برنامه خدمت شما با معرفی گرفتیم. جناب محترم آقای رفیع الله احمدزی، معاون پیشین ناحیه پنجم شارواره کابل، خوشبختانه دعوت ما را پذیرفتن و حضور پیدا کردن. یک سلام و علیکی، شب بخیر خدمت شما می داشته باشیم. سلام، شبتون بخیر. بخیر باشین. تشکر برای جلسه. سلام و احترامات بر شما و همکارای شما در استودیو و بیننده عزیز شما. خیلی ممنون، خوشحال هستیم شما رو با خود داریم. زنده باشین آقای احمدزی. با وجود از این کالا نیستین، در سمت دولتی نیستین و حضور ندارین، اما بازم مصروف هستین یک رقم، خیلی به ندرت به دست میاین. ولی صاحب مرال ویزی که قبلا ما مصروف وظایف رسمی بودیم، در ضمن یک مصروفیت کوچک دیگه هم داشتیم، یک مکتب خصوصی داشتیم، در اون مصروف بودیم چون سال نو دراسته به خاطر تدابیر سال آینده باید تدابیر بگیریم، مصروفمون بودیم. خیلی خوب، موفق باشین. بعضی سوالاتی هست که انشالله در جریان برنامه از شما میپرسیم. ما در خدمت. امید از پیش ما خفه نشین، کار نشین. ما همیشه آقای احمدزی که دمی اولام کامادن دیدم شدم، چون همیشه ویدیوهاشون دیدیم در دوکان ها رفتن و مارکت ها رفتن کنترل کردن قیمت مواد خوراکی و کیفیتشان را، دیدم شان امو حالت ده یادم اومد، گفتم شاید حالا ما را مستاد کنن که وضعیت چطور است، چی رقم است، یک رقم امو حس برام با وجود آمده. احمدزی صاحب میخواهش میکنیم برای جلسه، چون قبلا وظیفه ما بوده، وظیفه ما این بود که قسمی که از نامش معلوم است در پایتخت زندگی میکنیم، بله، میارات اون پایتخت را بعد مد نظر بگیریم و مسئولیت ما بوده، کوشش میکنیم که اصناف مختلف را توسعه کنیم که میارات خود عیار بسازه دیگه. طبعا در بعضی نقاط جدیت بود، در بعضی نقاط سفارشات بود، در بعضی نقاط مورلاک بود. خیلی خوب، مورلاک هم کردین، جدیت هم کردین، عصبانی هم شدین، قار هم شدین، با یکم تعدادشان هم شفقت و مهربانی کردین. از اون جدیت ها و مشکلاتی که وجود داشت مورلاک ها، بعد از اون چقدر دشمندار شدین آقای احمدزی؟ باریزی سه فعلا خب ما نیستم در موقف خود و مصروف کار شخصی خود هستم، ولی الحمدلله تا فی الحال مدت دو هفته میشه، تا فی الحال خود مشکل شخصی خصومت شخصی نیست الحمدلله. یگان زنگا برتون دم وقت که وظیفه بودین نمی آمد که والله کار کردی چرا بسته کردی؟ نه نه نه. باز غمت می خوریم و گیرت کنیم در اینجا تا. نه نه، اصلا باریزی سه هموطنا و بعضی اصناف که ما توصیه میکردیم و اشتباهات خود قبول میکردن، چون یا هم گفته بودن که قبلا هم چون موارد بر ما کسی توصیه نکردن به خاطر بررسی و کنترل این موارد کسی نامده، هم بودن که وا هم به خاطر بعضی اصناف که مصافحه یعنی زفتشان صحت موارد صحیحشان خوب بوده، بر از او غیر مستقیم یک بازاریابی بسیار خوب شد، بله. اکثریت اصناف بسیار تقدیر شدن و اکثریت اصناف خاطر می کنترل بود که کاروبارشان رشد پیدا کرد، راضی بودن در کل، اما یک تعدادشان هم راضی نبودن. ما ویدیو را که میدیدیم بالا شما تعصبانی میشدن، قهر میشدن که نان یک غریبه میگیرین، ظلم میکنین در حق یک مسلمان. خب برای رئیس
بعضی اصناف که واقعا موارد صحیح را مد نظر بیخی نمی گرفتن، ما هم جدیتی بسیار قاطع میکردیم باش، حتی مرلاک میکردیم، چون ما مفیصدی را بر خود تعیین کرده بودیم که حداقل 1% اگر موارد صحیح مد نظر نگرفته باشه درسته برشد توصیه میکنیم، ولی اگر 100% موارد صحیح مد نظر گرفته نمیشد طبعا دیگه بینیندا که میدین وان در نظرات خود در کمینتا بسیار صحبت های زشت میگفتن که ای اصلا از توصیه نبود شما توصیه کردیم باید مرلاک میکردیم. بله بله بله. همون بوده که مرلاک میکردیم باشن. یعنی مواردی هم بوده که 100% واقعا بله موارد... بله روزای اول واقعا زیاد سخت بوده و میارات اصلا مد نظر گرفته نمیشد. روزای ماه مبارک رمضان بود چیزی کم یک سال پیش و روزای عید هم بوده بالخصوص کلچپزیا مختلف بخش رستوران تا بود زیاد بودن که اصلا موارد صحیح مد نظر نگرفته بودن. کارمندایی که در بخش کلچپزی و در رستوران تا کار میکردن اصلا نمیفهمیدن که کارت صحت یعنی چی. ولی کارت صحت بسیار یک چیزی ارشد ضرور است. یک کارمندی که در بخش پخت و پز کار میکنه او باید معاینه شده باشه. 6 مواردی که ما باشن تا این کرده بودیم از اون معاینات از او باید منفی باشه. ولی مکسرت یا در این مورد اصلا بلدیت نداشتن. روزای اول زیاد بودن تقریبا بیشتر از 100% هم بالا بودن. آقای احمد زید شما زمان در گذشته خود این کار را نمیکردین در اون زمان گذشته. حالا وقتی شما رفتین و وضعیت صحیح دکاندارا و کلچه فروشی ها و شیرینی فروشی ها و بعضی رستوران ها رو دیدین، یک وقت میگفتین ما با خانواده می اومدیم از این کلچه فروشی ها می خریدیم دمی رستوران ها می رفتیم، خبر نبودین که چی میگذره. وقتی که حال و حالت دیدین چقدر ناراحت شدین، چقدر غمگین شدین با مو حالت ها و گذشته؟ خب باریزه سید من روزا چند قبل یک برنامه داشتیم بسیار از مدت زیاد در آن وظیفه ما بار اول بود که کلچه خوردم، چون هم وضعیت که دیدم و وضعیت ها را که من میدم همه هر چیزی که در خانم میخوردیم یا همراه رفیقا رستوران میرفتیم اصلا دل من نمیشد، چون رستوران ها را دیده بودیم و میکیمیدیم بازم پخت و پزی از او یاد ما میامد بسیار به سختی یک چیزی میخوردیم. ولی بعضی اصناف بودن که واقعا تغییرات بسیار مثبت داشتن، حتی موارد دیدیم که دستکش در دست نمی بود، همی آردی سیمیان را تر میکرد، میدیم که در مو آرد اصلا همی موی دست دمی میگفتیم که چرا بیا در این کار میکردیم، هوا گرم بود در رو عرق کرده بودن آرد تر میکرد، عرق دمی آرد میفتید حتی کتپای خواهد؟ بله بله ما زیاد موارد دیدیم واقعا زیاد دردآور بودن، چون همو کلچه که قسمی که در الماری یا ویترین مانده میشه بسیار مقبول معلوم میشه، ولی وقتی که در اصلی بنیادی خبر میشدیم دور از تصور میبود. بله بله بله. زمانی که شما این اقدامات را روی دست میگرفتین آقای احمدزی، یک تعدادی که واسطه دار بودن شناخت داشتن، به طور مثال وزیر را میشناختن، والی را میشناختن، یک مقام بلند دولتی را میشناختن، صاحب زور و واسطه بودن، دوباره شب بر شما زنگ زده نمیشد که والا دکان شما رو لاک کردین پس باز کنین بالای شما فشار بیارن؟ بار اول که پروسه را ما آغاز کردیم قبل از اینکه پروسه آغاز شود ما میفهمیدیم که بال چالشات طبعا پیدا میشه، و رهبری موضوع را شریک ساختیم و رهبری خود شخص شارواسب بسیار قاضی حمایت کرد، گفت والا که هر کس باشه هم باید قانون بالای همگی یک سان تبدیل شود. موارد تا رخ نداده که یک کسی زنگ زده باشه سفارش کرده باشه و مرلاک طبعا 3 روز مرلاک می بود، بعد از او به معینت خدمات شهری مراجعه میکرد، ما ازشان تعهد میگرفتیم، 3 روز یک هفته بعد باز میرفتیم باز یک مرور میکردیم، ولی تا فیلال همچو مورد بر ما نشده که یک کسی زنگ زده باشه یا سفارش کرده باشه یا گفته باشه که ما از جمله قارب وزیر صاحب یا از جمله قارب معین صاحب هستم، تا فیلال همچو مورد رخ نداده. این کار شما ستودنی و قابل معد بود آقای احمد زید. در کنار اون نقد های هم از سوی مردم هم در قبال شما وجود داشت، میگفتن حالا شما وقتی که این کار انضباطی را روی دست گرفتین چه نیاز که روی تصویر بکشین؟ حالا یک تعداد میگن که آمدن هویت ما را زیر سوال بردن، شخصیت ما را زیر سوال بردن، اعتبار ما را در نزد مردم است. خب این خوب بود که کمره نهی بود، شما خودتان میرفتین این کار را میکردین، و چرا روی تصویر آمدن، تصویر کشیدن؟ خب باریزه سب بار اول این پروسه که آغاز شد ما به شکل توصیه رفتیم، کمره اصلا نبوده، از اکثریت اصناف مختلف تقریبا به مدت 4-5 روز وقت داده شد، بعد از اون تعهداتی کدی ازشان گرفته شد که همچون موارد ما مد نظر میگیریم و در آینده همچون موارد تکرار نمیشه. دیدیم که پروسه نتیجه نداد و تغییرات مثبت نداشت. همون بوده که ما اصنافی که میرفتیم اینطور نشده که ما بار اول اصناف رفته باشیم و کمره و کیمی نشرات امره ما باشه، نه اینطور نبوده. و اصنافی که توصیه میشد مواردی که مد نظر نمیگرفتن بعد از اون مجبور میشدیم که امو اصناف بخاطر ازی که برشان یک سرزنش شد، یعنی اهرم فشار شما کمره و تصویر بود.
چرا؟ یعنی اهرم فشار شما از شاروالی ضعیف بود که نمیتونستین برای اونا خواستایتون رو بقبولانین که تغییر نمیکردن؟ خب باریزه صاحب یک چیز بوده که چون ما گفتم که او وقتها روزای رمضان و روزای عید نزدیک بوده و ما نمیخواستیم که شخص مرلاک شد و متضرر زیاد شد. امو بوده و موضوع دومی که امو هموطنهای ما از حقاق باید خبر میشدن که یک برادر ما دکان داره مواد به فروش میرسانه. چی مواد به فروش میرسانه؟ ما جای رفتیم دکانهای را دیدیم که تقریبا در یک روز از یک مغازه 200 کیلوگرم مواد تاریختی شده را کشیدیم. در یک روز اگر بگیم بارگزایست روزهای شده که ما بیشتر از 500 الی 600 کیلوگرم مواد تاریختی شده را از مغازه بیرون میکردیم. خب روز اول همچون موارد شده بود به مردم امی کمره یا تصویر گذاشتن بر روی تصویر کشیدن یک توصیه بوده که باید خدا اصلاح بسازن. ام یک دو مورد که ما برای تصویر کشیدیم باید خود اصلاح میکردن ولی برعکس اصلاح نشدن. اصلاح نشدن مو بوده که ما فشار بیشتر وارد کردیم. آقای مزایی شما در بیشتر مناطق گشت گذار کردین و وضعیت دیدین، چه بدون از این که کمره بود یا وظیفه دولتی تان بود، چه شاید هم شخصی این عادت را داشتین که چک کنین، کنترل کنین تاریخ را و کیفیت اجناس را. شهر کابل را اگر بخوایم بررسی بکنیم از لحاظ صحی میتونین بگین چند فیصد صحت مراحت میشد و یا خیر؟ خب به شهر اگر ناحیه پنج به طور مثال بگیریم، ما که در ناحیه پنج بررسی کردیم که یکی از نواحی بسیار پرنفوذترین است و یکی از نواحی بسیار از نگاه مساحت از نگاه نفوذ به حد زیاد است. ما اگر بگیم تقریبا بیشتر از 60-70 فیصد در شهر کابل در اصناف مختلف موارد صحی مد نظر گرفته نمیشد. او وقتی که ما بررسی میکردیم فعلا دیگر مدت شده که برکنار شدیم خبر ندارم و موارد میار مواد مد نظر گرفته نمیشد. حتی ما دکانهای را دیدیم وقتی رفتیم دکان خوب از مواد کلش پر بود، وقتی که ما میبرویم دکان تقریبا 20% مواد مان دیگه 80% مواد تاریخ تیر شده بود. ما گفتیم که چرا؟ گفت ما از فلانه جای مواد خریداری کرده بودم آورد میجم. بله. تاریخ شسل نکرد، یعنی به همین برف بام خود را بالای بله. بام دیگران. بله بله. بازم یک شکایت دیگه بوده که در بخش عمده فروشی ها مشکلات است. باز رفتیم عمده فروشی ها را بررسی کردیم، موضوع را برای ریاست تنظیم مارکت ها شریک ساختیم چون ما در محدوده خود بودیم و در شهر کابل مکمل چی نداشتیم. امرای ریاست تنظیم مارکت صحبت کردیم، رفتن عمده فروشی ها را بررسی کردن. همچون موارد در بخش عمده فروشی ها بسیار کم بودن ولی در بخش دکان های خوراک فروشی های پرچون این موارد زیاد بود. خیلی خوب، ممنون شما. بفرمایید چای هم نوشان بکنید. صحبت ها گرم است و می خواهیم بالای موارد بپردازیم. فراموش ما میشه آقای مزه، خیلی پوزش بخواهیم از بقلاوه ترکیه هم میتونه نوشان بکنید. همکارایشان را میکنن بعد وقفه بگیریم و پس از وقفه با بچه فلم میاییم. خواهد خنده اینه چرا بچه فلم گفتیم شما را. البته این گپ یک تعداد زیادتر از هموطنهای ما بودن که آقای مزه را نامشان بچه فلم مانده بودن. پس از رفت و برگشت کوتاه با آقای احمدزی هستیم، صحبت ها را با اینا ادامه میدیم. خسته نباشین هموطنان عزیز، ممنون از شما که با ما هستین. بیاین هم قصه بچه فلم هم میکنیم. چرا شما رو بچه فلم میگن آقای مدزهی؟ یا کسایی که میگن باید از او پرسیده شد که چرا بچه فلم. شما خودتون چی فکر میکنیم؟ من خواه اصلا باریجای سب در قدم نخست بودفتم بازم میگم مسئولیتی ما بوده، وظیفه ما بوده، صلاحیتی ما بوده، مسئولیتی ما بوده و ما میخواستیم که مسئولیت خود را به شکل وجه احسن پیش ببریم. در این مورد قانون بالای همگی یکسان تطبیق میشد، اصول مقررات بالای همگی یکسان تطبیق میشد. طبعا دیگه واضحه که متضرر میشدن میگفتن که بچه فلم. یعنی کسایی که متضرر میشدن شما رو بچه فلم میگفتن؟ طبعا نمیتونن. یعنی نقش منفی رو داشتین. خیلی هموطنان عزیز، شما که برنامه رو از طریق یوتیوب میبینین همونجا کامنت بکنین که آقای احمدزی واقعا نقش مثبت بوده یا بچه فلم منفی نقش منفی بودن. دیگه اما فکر کنم یک تعداد هم که کارای شما را حمایت میکردن و مورد قبولشان هم بودن شما را به چه فلم میگفتن آقای مزه؟ به نظر ما بارگزه چه وقتی که ما بررسی کردیم شما فعلا هم برین هموطنهای ما رفته میتونن دیده میتونن دیگر نواحی را به نهای پنج مقصه بله. کنین بله. از نگاه بخش صحی، از نگاه موارد نظم شهری، از نگاه سرسبزی،
از نگاه پروژه انکشافی ببینین شما فعلا نای پنجه انشالله از این معلوم میشه که پروسی ما بسیار یک دستاورد بزرگ بوده و تاثیرات بسیار مثبت داشته. خیلی خوب. حالا شما نیستین دیگه آقای احمدزایی، حضور ندارین. خب فعلا من نیستم، یک کس دیگه است دیگه. چه کار خان کرد اونا به نظرتان؟ روزای اول امرایشان مشوره کردیم و مو مواردی که بوده امرایشان شریک ساختیم که نای پنج یکی از بزرگترین نواحی است. رابط خوب با مردم بسیار خوب است. در نای پنج برای زایی بسیار بخشای ما را سکتوری خصوصی هم را همکاری به حد زیاد میکرد. خداوند خیرشان بده. در بخش سرسبزی، در بخش کارهای تزینتی که از او جمله یکی از بزرگترین دستاور به نای پنج به شهروالی کابل که ساحه پل سوخته بوده که به همکاری سکتوری خصوصی او ساحه بازسازی شد و او ساحه را رونق پیدا کرد. خب خیلی خوب. یک سوال که من زیاد خوانده بودم در نزد مردم بود، یک تعداد جایا را میرفتین شما مورولاک میکردین و بالایشان عصبانی میشدین یا موقتا بسته میکردین، میگفتن شاید حالا کمرک قطع شد در یک بغل برن دلار مالار پیسه میسه رد و بدل کنن در جیب بالای آقای احمدزایی بانن پس مورولاک بسته خزبک برن. باریکزایی سب ما هدف ما خدمت هسته، چی در موقف باشیم چی در موقف نباشیم. و در امارت اسلامی افغانستان کسی قدر جرأت کردن نمیتونه که پیشنهاد کنه و قبل بعد از پیشنهاد رشوه کنن؟ هیچ کسی قدر جرأت نداره. اگر پیشنهاد شیرنی کنن چطور؟ هیچ کس نه پیشنهاد نه شیرنی. ام بزرگای چند قبل یکی از بزرگای رهبری گفتن که اگر کسی شیرنی هم برتان گفتن او هم به معنای رشوت است. بله. چون به خاطر موقف شما او شیرنی نمیده، چون اگر موقف نباشین او شیرنی بر شما داده نمیشه. دقیقاً. بله. و موضوع دومی که الحمدلله بعد از اینکه ما بررسی میکردیم، مورولاک میکردیم، موضوع بر رهبری شریک ساخته میشد، یک هیئت از مرکز میامد بررسی میکرد، پس به مقام گزارش میداد. خب موضوع اینطور نبوده که تنها ناحیه ای صلاحیت داشته، البته رهبری هم بوده. خب در جریان گذاشته میشد، موارد شریک ساخته میشد، بعد از هیئت از او توصیه اگر بود توصیه میشد، اگر مورولاک میبود مورولاک. خیلی خوب. و جز از اینکه به یک تعداد فابریکای تولیدی میرفتین حضور پیدا میکردین، در بعضی از دکان ها که میرفتین ملامتی خود را منداختن بالای فابریکایی که تولید میکردن که اونا جنس تاریخ تیر شده برشان میدادن متوجه نمیشدن یا اینکه کیفیت از اونجا مشکل داشته، شما چرا نمیرفتین آقای احمدزایی در جانم فابریکای کلان و اونا را یک کنترل تفتیش کنن؟ من قبلا گفتم باریک زایی صاحب، ما بخش دکان های خوراک و فروشی برشون اکثرت شکایت داشتن که در بخش عمده فروشی مشکل است. عمده فروشی اکثر در نای پنج در بخش در بازار میرویس میدان یا کودسنگی است. ما رفتیم تقریبا هفته دو روز اگر پرچونه بررسی میکردیم، هفته پنج روز متواتر عمده فروشی را بررسی میکردیم. در بخش عمده فروشی ما اینقدر مشکل نداشتیم. دیدیم غفلت از خود دکاندار میشد. مواد که خریداری میکرد باید میاریم تاریخ مواد باید میدید. هر چیز که خریداری میشه قبل از اینکه خریداری کنی باید چک کنی که مالی که ما خریداری میکنیم درست است، بله. تاریخش درست است یا تاریخ گذشته. در بعضی نقاط دور بوده که یا مواد تاریخ تیر شده که پیدا میکردن با قیمت بسیار پایین میگرفتن، بله. از عمده فروشی یا از بخش دیگه، اما بود که میآوردن وقتی که هیچ به فروش نمیرسید تاریخش تیر میشه. بله بله. یک مورد که ما در این وقتا مشاهده میکنیم آقای مزای صاحب، شاید شما هم دیده باشین، مورد خوب است که شما یک معلومات بتین به مردم. وقتی که در سطح شهر گشت و گذار میکنیم، همین نوشیدنی هایی که انرژیزایی که بسیار در اصل قیمتشون خیلی زیاد است، به طور مثال 180 افغانی و یا 200 افغانی، در سطح شهر به قیمت بسیار ناچیز هم اونا را 30 افغانی و یا 40 افغانی میفروشن، هیچ ممانعت هم در کارشان وجود نداره. مشکل از اونا چی است آقای احمدزایی؟ اون نوشیدنی ها چی رقم است؟ صحیح است؟ تاریخش تیر شده و یا دوباره تاریخ زده شده؟ ما باریکسای صاحب زیاد موارد دیدیم، حتی روزای عید نزدیک بوده در ظرف 5 دقیقه بالای یک پاکت شیرنی بود که معیارش تیر شده بود. در ظرف 5 دقیقه ما رفتیم دیگه دکان بررسی میکردیم، یارا جمع کرده بودیم که یار انتقال بدیم، گفتیم میره تاریخش تیر شده. گفت نه تاریخش صحیح کرده میتونیم. خب ما که اون پاکت چاکلیت بالا کردیم دست ما کش کردیم که دیدیم تاریخ پاک شد. خب طبعا در بعضی نقاط هستن بعضی افراد و اشخاص مغرضی هستن به خاطر فایده خود بعضی کارا را میکنن. همین داستان همین انرژی و نوشیدنی ها رو نمیدانیم چی است؟ نه فعلا خب نزد ما اینطور کدام چیزی معلومات نیست، ولی طبعا همین تو یک مورد است قسمی که شما گفتین در یک مغازه قیمت یک انرژی 180 میباشه و یا 30 افغانی باشه. 20 افغانی. طبعا کدام مشکلی شاید باشه. بله بله. یک خواهش میکنیم از شهروالی کابل همین وضعیت را یک بار برن نظاره بکنن. حالا آقا احمدزایی نیستن که اگه میرفتن میدیدن، شما یک بار توجه بکنین چرا که نوشیدنی‌هایی که بسیار قیمتشون بلند است
به قیمت 20 افغانی 30 افغانی در سر کراچی ها در سطح شهر فروخته میشه. اگر این وضعیت جلوش گرفته نشه میتونه بسیار ضررهای جانی خطرناک را به شهروندای ما داشته باشه. آقای احمدزی، ما از طریق چنل یوتیوب دیدیم و شنیدیم که دلیل برکناری شما را یا نبودنتان را و یا استعفایتان را، حالا میخواییم چون اونا چنل یوتیوب بود ما یک تلویزیون هستیم از زبان شما بیشتر در اینجا بدانیم، شما برکنار شدین و یا خودتان استعفا دادین؟ خب بارکزای صاحب، تقریبا مدت یک هفته پیش ما به شهرواز کابل صحبت کردم، موضوع یادوری کردم که ما دیگر نمیخواییم در نای پنج باشم، اگر یک جای دیگه زمینه کار مساعد شود خوب است، چون اون مسئلتی ما در نای پنج دیگه زیاد نبود. بعدا شهرواز صاحب گفتن که درست است یک جای دیگه شما را معذب می‌سازیم. همون بوده که یک مدت بعد دیگه یک هماتن دیگه ما به جای ما پیشنهاد شد و آمدن معرفی کردن. جای دیگه معرفتان نکردن؟ بر فعلا می‌خونی. یعنی امکانش هست دوباره شما را در صحنه به چه فیلم ببینیم یا نه؟ ببینیم، چیزی که تصمیم رهبری باشه بر ما قابل قبول است. خب الان مردم زیادتر میگفتن که احمدزی سابق کارا میکنین، هر روز زحمت میکشین، در دکانا میرین، حتما خوب یک امتیاز معاش خوب دولا میگیرین، هم یک چیز بود یا خیر؟ نه خیر، معاش هم معاش حدیست و کدام امتیاز دولا چیز نه. خب با امید از اینکه باز شما را در صحنه ببینیم. احمدزی چند تصویر داریم بر شما نشان میتونم، خیلی کوتاه نظریات شما را بالای تصاویر میداشته باشم. جناب ایشان را خوب میشناسین دیگه؟ بله، کسی که تصمیم گرفته و انشالله در تصمیم خود قاطع است و اینی به تصمیم خود تطبیق هم میکنه، شهر کابل را انشالله با حضور داشته خود شهرواز تغییرات بسیار مثبت وارد خواهد شد. یک شخص با توانا، مدیر مدبر و دور از سیاست، دور از اینکه تو از زمان گذشته از دوران جمهوریت هستی یا امارت هستی، یعنی کسی هست که دور تصور بسیار وسیع به شهر کابل داره و کوشش میکنه که تغییرات مثبت به شهر کابل وارد کنه. خب چرا نمیان با رسانه مصاحبه نمیکنن؟ برای زیاده صاحب یک چیز است که شهرواز صاحب کابل در این روزا مسئولیتش به حد زیاد است و حتی در چون خودش یک عادت خاصی که داره، از هر پروژه خودش نظارت میکنه و هر جایی که یک کار انکشافی میشه یک خاطره بسیار جالب است برای شما میگه. شهر ساحه میرویس میدان یا بازار کوچسنگی را ما تنظیم کردیم، کاراچی ها را انتقال دادیم، تقریبا دیگه با شهرواز اطمینان داریم که نظم شهری برقرار است، انشاءالله مشکل نیست. ما تصور نمیکردیم که خودشان بیاید، تقریبا 10-15 دقیقه تیر نشه بود که خودش حاضر شد، آمد گفت ما ببینیم یک دفعه کارتان. یک خاصیت داره که همیشه از پروژه خودش نظارت میکنه و طبعا مسئولیتش بیشتر جا. در کنار این مسئله جناب شهروال یک تعداد همکارای شما رو تا که اجازه خودشان نباشه اجازه نمیتن که در رسانه بیاین. خب این اصول و مقررات بخش رسانه ما هستن و تصمیم میتر دارن که اگر در مورد شهروالی کدام صحبت میشه نماینده ویژه دارن و سخنگوی دارن، میتونن که به امرای اجازه صحبت کنن. خب مقصد اگر آقای احمدزی و لک در وظیفه می بودن به شما هم نمی آمدن، بسیار با مشکل میتونستیم داشته باشیم شانه. اما یک شوخی کنم که اتون آقای احمدزی میگه شهر رو بخیز اگه در خیر ما باشه. در خیر ما شد. این تصویر بر شما خوشناس دیگه؟ بله بله. کجا است آقای احمدزی؟ این نمایشگاه کتاب بود، بار اول در ساحه پل سوخته، قسمی که ما روزه اول تعهد کرده بودیم که ساحه پل سوخته که قبلا مرکز معتادین بود، فعلا ما میخواهیم که ایرم بدل کنیم به مرکز فرهنگی. خب. و این روز اول بوده که نمایشگاه کتاب یا مطالعه برگزار شد و این عکس همون نمایشگاه است. بله بله. هنوز هم این حالت هست، همین وضعیت کتابخانه مانده یا خیر؟ چون ساحه پل سوخته بر شما گفتم از این وضعیتش خوبتر شده، چون ما بعدا تصمیم گرفتیم در اون ساحه یک گلخانه بسیار مقبول ساختیم و با سال آینده پلان داشتیم، همین جایی که خواهرای ما ششتن بله. در موجه یک خواهر ما پلان داشته که خواهر ما مجدی شاید بیننده برنامه باشه، خواهش کردن که دیجی الماری و کتابخانه جور شده، با سال آینده یعنی پلان گرفته بودیم برش انشالله. اگر شد با سال آینده انشالله دیجی کتابخانه خوب در روی سرک کتابخانه میسازه؟ نه روی سرک نیست، اصلا سایه پول سوخته یک گلخانه بسیار منظم است و سال گذشته گلخانه جور شد، با سال آینده برش پلان داشتیم که شیشه‌خانه منظم جور شود و سر و صدا در داخل گلخانه نباشه. خو باز میریم در جانم چنل یوتیوبرها یگان تصویر هم اندازن آقای احمدزی از انتو جایا از پلای بسیار لوکس از مکانای بسیار، من چون میگن کابل تبدیل به اروپا شد، من چون فرانسه شد، این چی رقم گپ است؟ طبعا باریزه یک چیز است در بازی بخشا در چنل های یوتیوب
ما هم همچون مورد میریدیم و میگفتن که پاریشی کوچک پول سوخته را میگفتن. بله. نه ما وقت و زمان کار داره شهر کابل چون نزدیات مدت درشان کار صورت نگرفته و فعلا سال گذشته اگه با شما بگیم در ماه پنج به حد زیاد کارهای انکشافی صورت گرفت. بیشتر از 40 کیلومتر سرک کیریزی و کانکریت ریزی شد. طبعا بعض اشتیارات به خاطر جلب توجه و به خاطر بیننده زیاد به خاطر روی گفتن روی تصویر. یعنی کابل هنوز اروپا و پاریس نشده؟ نه وقت زمان کار داره. وقت زمان کار داره. امی قصه متروبس چطور شد آقای احمد زای؟ یا یکی از فوتوشاپ های چینلی تو برای ماست؟ همچی یک مورد در وقت جمهوریت هم دیده بودیم. او وقت شاروال حبیب زای بود به نظر من. گفتن که متروبس جور میشه. ولی فعلا تا حدی که من خبر دارم همچون موارد در شاروال کابل بر فعلا بر پلان نیست. ایت در پلان نیست؟ نه بر فعلا تا جایی که من معلومات دارم پول های هوایی در بعضی نقاط مد نظر گرفته شده. و صحبت ها هم سرشان جریان داشته. من در چند مجالس بودم شاید چیزا بودم به خاطر ترافیکی که فعلا ما شما در کابل می‌بینیم به خاطر ازدحام بعضی پول های هوایی در نقاط مختلف مد نظر گرفته شده ولی به همچون موارد فعلا بحث صورت نگرفته. خو بسیار تشکر آقای احمدزی. ممنون از این تصاویر ما رو جواب دادین. یک تعداد میهمانای ما که میگفتیم تصاویرایمون مشکل دارن بسیار استرس میداشته باشن استرس اما خیلی راحت شما جواب دادین. خیلی ممنون. تشکر بخیر. سلامت باشین. زنده باشید. تشکر. یک سوال من زیادتر کوشش میکنم روز همین سوالات مردم را از شما بپرسم. اگر چه شاید هم در ایته کاری شما نبوده اما چون شما بودین در اون جای دمو اداره بودین حضور داشتین بدون شک آگاهی دارین و معلومات دارین. مردم میگن زیاد چورای های لوکس و مقبول و فیشنی میسازین اما دوربر چورای دست اطراف دیگر رو ببینین وضعیت چقدر بی‌نظمی و آشفته و سرگردانی و هزار مشکل دیگر وجود داره. بارگزه سر یک چیز است ما بر شما قسمی که قبلا گفتم شهر کابل وقت و زمان کار داره. دستفروش هایی که دور بغل چورای جای با جای شدن ما هم کوشش زیاد کردیم و تا حد توان نتیجه هم گرفتیم. اکثرت هموطنان ما عادت دارن خاصیت دارن اگر طرف شهر شما طرف شاروالی کابل بیاین در وسط سرک کراچی استاد می باشه و اگر کراچی از یا ورداشته میشه طبعا بعضی رسانه ها یک انتقاد میکنن که بالای مردم ظلم صورت میگیره. در اصل به خاطر دستفروش ها در هر نواحی جای بدیل برشان انتخاب داده شده. دستفروش باید در مساحه خود باید سفروشی کنن ولی بازم بعضی هموطنان ما کوشش میکنن که بیاین روی سرک ما در بفروشن. خلاف اصول و خلاف معیارات است. اگر بگیم در شهر سرک به خاطر امور مرور مترا جور شده پیاده رو به خاطر مردم است. سایه ساز به خاطر سرسبزی است. ولی باز هم فعلا همون معیارات مد نظر نمیگیره. و اگر باز هم یک همکار ما این پروژه را تطبیق کنه یا کراچی ها یا دست فروش ها را فشار وارد کنه بازم میگه که این بچه فیلم نکنه. من نمیفهم که این همکار جدید تان میتونه مثل شما را خاصیت ها را داشته باشد. خب باریزه ایسه بعضی مشکلات هست طبعا میگم در بعضی نقاط ما هم اگر بگیم چشم پوشی میکنیم چون هدایت رهبری میتونسته که جدیت زیاد باید نباشه همراه مردم کوشش کنیم که به شکل توسعه پیش بریم و در این روزه آخر دیگه خیلی شد که حتی مرلک هم نمیکرده چون رهبری میتونه اگه داده کوشش کنیم که به شکل توصیه پیش بره. خیلی خوب ممنون شما تشکر. بازم وقفه میگیریم و پس از وقفه میایم در قسمت پایانی برنامه با جناب آقای رفیع الله احمدزی بیشتر صحبت خواهیم کرد. درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین. آقای رفیع الله احمدزی معاون پیشین ناحیه پنجم شاروالی کابل با ما هستن و صحبت ها را با ایشان بیشتر ادامه بدیم. شما هموطنان عزیز میتونین که بر رستوران ترکیش فامیلی واقع در مجید مال شهر کابل بین و سیستم بوفه این رستوران در ماه مبارک رمضان استفاده بکنین مستفید بشین و غذاهایی که بیشتر از 20 نوع غذا در اینجا به قیمت 499 افغانی در سیستم بوفه وجود داره در وقت افطار نوش جان بکنین و به بوفه وی آی پی این رستوران که 999 افغانی است انواع و اقسام غذاهای داخلی و خارجی وجود داره میتونین بیاین نوش جان بکنین با خانواده عزیزتان.
در چینل یوتیوب هم زیاد هستین. آقای احمد زای بودین و هستین. چرا شوق علاقه چینل یوتیوب بر شما زیاد است؟ خب باریزای صاحب، من شوق علاقه ندارم، ولی کارهایی را که ما میکردیم و فعلا هم میکنیم باید هموطنا ببینن تغییرات مثبت که وارد میشد و بخش ها و اصناف مختلفی که فعالیت داشتن، هموطنا با ما باید از این بخش ها معلومات کامل داشته باشه، چی در کارهای انکشافی بوده، چی در کارهای کنترلی بوده، در بخش سرسبزی بوده، در بخش تنظیف بوده. طبعا دیگه این وظیفه ما است و هموطنان ما از هر نوع فعالیت ما باید در جریان باشه. در یکی از چینل یوتیوب ها بودین، با رئیس هم چینل یوتیوب ما زنگ زدم، مسج کردم، گفتم امی احمد زای صاحب با ما صد کو تنظیم کو بیاد برنامه. گفت والا احمد زای صاحب گفت اجازه ندارن در رسانه نمیره. نگ ما گفتم خیر پشتو چی تو اومده پشتو چی میگه نگ اومده. نه یک چیز بود باریزه شب اکثر در مطالعه ما می سوال داشتن که شما یوتیوب چنل دارین، ما هستن کدام چی یوتیوب چنل ندارن. خب اصل گپ اومده. بعضی اماتان های ما شکایت داشتن، بعضی یوتیوب چنل ها شکایت داشتن که امرای یک چنل دو چنل زیاد شما برنامه میگیرین. بعضی مدارات از طرف رهبری داده شده بود، بعضی طرز العمل ها داده شده بود که اینی موارد باید مد نظر بگیرین در بخش کنترل، در بخش پاکاری پیادرو ها، در بخش سرسبزی. ولی اما یوتیوب چنل ها به خاطر ازی که جلب توجه کنن که شما خود شما نشان دادین، خب اصلا ما را زیر سوال میبردن. اماتان ها پیام روان میکنن که واقعا در کابل همچی یک چیز شده، در نای پنج هم چیه چیز شده، یعنی به چشم مردم خاک میذارن به خاطر جلب توجه، به خاطر ویو گرفتن. این بوده که همون بازی چنل ها رو ما رد کردیم و برایش هم برنامه نمیگرفتیم. خب مقصد ما از این کارا نمیکردیم آقای مزای، شما دعوت ما رو قبول نمیکردیم. اون وقت وقت دیگه شما گفتین، اون وقت اجازه نبود. بله. اجازه نبود. بله. ویدیو های آقای مزای که میدونم همون تو با سیاست، همون تو با جذبه، همون تو پیشانی ترش میامد. او بچه چی هست؟ این قیمت از این چی هست؟ تاریخ از این کجاست؟ ی چرا کیفیت ازی پایین است؟ الا 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 مورلا کو بس کو بس کو زوچو پشتم روزا تقنه شد یا قای احمد زای. نه باره جیسه ما ماموریتی که کردیم همیش کوشش کردیم که قاطع باشم و قانون بالای همه کی باید تطبیق شود، استثناء وجود نداره و جایی که اشتباه بود بعضی اصلا بودن که اصلا قبول نمیکردن. در چشم ما در روز روشن دا می خاک منداختن، گفتن که نه این به قسم پخته نمیشه، این به ما میگه ما میبینیم این پخته پر جزیره دیگه با در چشم ما توان انسان احساسات میشه. بله بله بله. و روزای ایدی که ما همقدر کلچه خوردیم، جلیبی خوردیم، توان دیگه احساساتی میشه که ما که این چیزی میخوردیم اصلا پخت و پز زیر می رقم اگه باشه توان انسان احساساتی میشه. بیا امیر یک زیر سوال ببرم قای احمد زیمی بغلاوه را بگه چی رقم جور شده مده شده. چیزایی که قابل به خاطر سوال باشه زیر سوال باشه طبعا زیر سوال میره، ولی فعلا کم پخت پز زیر منای دیم اگر ببینیم طبعا دیگه بیا خودش پیدا خواهد باش کالو مسئول ترکش خبر نشست. آقای احمد زای، یک مورد بسیار خطرناک و نگران کننده ای که واقعا شما رو تکان داده باشه در اون زمان که شما کنترل میکردین قصابی ها را یا شیرینی فروشی ها را یا بعضی از رستوران ها را، که حتی جرأتش نمیکردین که مورد شما در تصویر نشان بتین و حتی مخفی مانده باشه، فقط در نزد خود شما بوده باشه، این تو کدام مورد بود؟ هستن زیاد بودن باریزه سب یک می بعد بداها می تو مورد بودن بروی در صحیح مختلف. بعضی اصناف بخش های تولیدی را میگم اکثریتشان نای پنج را ترک کردن و رفتن به نواحی دیگه. خوب چون ما با وکیل صاحبای گذر امی تعهد بر ما کرده بودن در بخش گذر نواحی هر کسی که فعالیت بخش تولیدی میکنه ما را باید در جریان پرت و ما میرفتیم او را بررسی میکردیم. بعضی کلپزی ها را دیدیم دو ساحه که اصلا روی تصویر هم به نظر من در روی تصویر هم کشیده نمیشد، اگر در طریق یوتیوب چنل هم نشر میشد برشان مشکل پیدا میشد. دیدیم که اصلا اگر بگیم به شک به مثبت خوبانیم به بخش منفیش به حد زیاد بوده. اصلا موارد صحیح مد نظر گرفته نمیشد، کشتار در کجا صورت گرفته، ای پا یا ای کلا از کدام جا آورده شده اصلا دقیق معلوم نمیشد. بودن بسیار موارد زیاد بودن در بخش رستوران ها هم همش مواردی بودن. یک رستوران ما دیدیم که در بیلر قیمه را گفتر انداخته بودن. خب ما باز کردیم دیدیم که یعنی اصلا هیچ استاد شده نمیشد رستوران. بله گفتیم این چی از گفت والا از قبل مانده این بیلر ما اینجا اصلا نمیایم. خب طبعا دیگه معلوم نمیشد بر ما هم که از چی استفاده میکردن، با چی خاطر استفاده میکردن. یک فابریکه دیگه را دیدیم
که کپی همی نوشابه های پیپسی و او را من دیدم که بوتلش سرش یک چیز بود خود نوشابه زیادی بودن و اکثرتشان از نایه پنج فعلا رفتن و به دیگه نایه انتقال دادن به دیگه نایه رفتن یعنی امکان داره دمون نایه همی کارا را کنن یا تغییر خواهد آورده باشن؟ طبعا باریکسای سما یک کلچه پزی را در ساحه نایه پنج گیر کردیم که موارد صحی هستن مد نظر گرفتن رفتیم به فابریکی تولیدی بخش تولیدی از در نای 6 بود به نای 6 صحبت کردیم و با همکاری کردن رفتیم و فابریکه را که دیدیم اصلا من اگر میگویم دور از تصور بود ما بخش فابریکه را دیدیم تولیدات را دیدیم کلچپزی ها را دیدیم که پیشک در اوجه بود می آمد و مو کریمی که در کیک استفاده می شد دمیر می خود خب بعضی همکارای ما رفتن در کیکی که ما و شما استفاده میکنیم کیک در وسط نمیکنن که همین چوچکا که موش برام آه بله 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 بسیار مورد رما هم توجه بله کردم بله. دیدیم متاسفانه اما باز بسیار گستاخانان برخورد میکردن بسیار قهر عصبانی هم حتی می شدن خب بعضی ها بخاطر از اینکه همین عیبای خود نشان داده نشه و بگن که نه کار نیش ما امروز میکنیم فردا میکنیم طبعا دیگه بعضی ها بخاطر از اینکه زش برن و خدا خلاص کنه از این مورد زش میرفتن خیلی خوب به امید از این که واقعا اصلاحات و تغییرات عمده و اساسی در شهرهای افغانستان آماده باشه چون که صحت مردم افغانستان جان مردم افغانستان بالاتر از هر چیز است این کار خوبی نیست که بخاطر یک شکم فامیل اولاد خود سیر بکنیم با جان دیگرا بازی بکنیم آقای احمد زید طبعا بروجش بازیا به خاطر از اینکه میگن ما یک لقمه حلال به خود پیدا میکنیم این حلال بله این حلال به قسم نیست من کدام شخصی بوده پیسه حرام در جیبش بود رفته بود پیش کدام قصاب که یک دانه مرغ به ما حلال کن و نفر دیگه برش گفته بود که مرغ به این قسم حلال نمیشه پیسه حرام در جیبت و میگه که مرغ حلال شد به این قسم نمیشه که ما لقمه حلال به خود پیدا میکنیم نزد خود میگیم که حلال است ولی بالای مردم چیزایی رو فروش میرسانیم که اصلا موارد صحیحش زیر سوال است و اصلا مد نظر گرفته نمیشه بله بله. ما هم بارها کوشش کردیم توصیه کردیم و تا جای زیاد نجی مثبت دادن خیلی خوب ممنون شما در مورد زندگی شخصی شما کم صحبت بکنیم بچه تعداد هستین آقای احمد زید در خانه ما 4 برادر هستیم و 4 تا خواهر هستیم در خانواده چقدر سفر کردین کجا سفر کردین خوب به کشورهای مختلف سفر کردیم به کره جنوبی سفر کردیم به مالزی سفر کردیم به هند سفر کردیم سعودی سفر کردیم پاکستان سفر کردیم سفرها از موقف دولتی صورت گرفته یا بله، شخصی؟ بله، به خاطر سفرهای رسمی بودن در ادارات مختلف که کار میکردیم سفرها میرفتیم خیلی خوب، چقدر پولدار شدین؟ از چی نگاه؟ از همین کاروبار که دولتی کردیم و انجام دادیم چقدر صاحب سرمایه و جایداد زندگی شدیم؟ از نگاه کاروبار دولتی دیگه کسی سرمایه دار نمیشه تو اگران خورد و برد دیگه نباشه نه، ما از کدام خورد و برد الحمدلله نداریم و ضرورت هم نداریم باری کسی الحمدلله خانواده ای هستیم که کاروبار داریم و کاروبار شخصی داریم، مکتب داریم جایدادها از مدر کلان داریم و الحمدلله ما قسمی که قبلا گفتم ما به خاطر خدمت آمدیم چی در موقف دولتی باشیم چی در موقف دولتی نباشیم در افغانستان می باشیم چی موقف داشته باشیم یا نداشته باشیم یعنی هستین دیگه بعد از این یک تعداد که بیکار میشن باز میرن دیگه به آقای احمد زید خب باریکزای صاحب به این قسم نیست وای که رفتن خداوند بر از او جای خوب کنه وای ای که هستن خداوند بر از او جای خوب در چورت از هم نیستن که بیکار شدن شب و روز چطور تیر شب و پیسه از کجا شب روزی در خداوند میده باریکزای صاحب و بر انسان همت مهم است که باید همت کنه به این معنی نیست که فعلا ما شیشتی میشه بر بخش های مختلف فعلا هم کوشش میکنم اپلای میکنم هم سوانه خود روان میکنم چی در بخش های خصوصی است چی در بخش های مستاد بین المللی است روان میکنم اگر قبول کردن خوب و خوب اگر قبول نکردن در اون مکتب مصروف بعد از اون سیاست ها و جار جنجال هایی که داشتیم بادیگارد دارید بدون بادیگارد میگردیم؟ نه نداریم بادیگارد خیلی ممنون تشکر آقای رفیع الله احمد زئی ممنون از این دعوت ما را پذیرفتین آمدین سلامت باشین لطف کردین ممنون شما این بود صحبت ها با آقای احمد زئی ممنون از شما که بیننده بودین و حضور داشتین تشکر از همراهی شما شمایی که موفق نشدین برنامه رو ببینین سر بزنین به یوتیوب تلویزیون آرزو هم اکنون این برنامه در اونجا است دیدگاه کامنت هایتون را شریک بسازین تشکر از شما بیننده عزیز تا اینکه در یک هفته دیگر با یک مهمان عزیز دیگر خدمت شما برمیگردیم شما را به عزت منان میسپاریم تا درود دیگر بدرود